لطفاً سکته ببینید. سلام، این اولین سکته سال 90 و من نسام الدین شریفی با هشتمین برنامه سکته در خدمت شما. شما که 13 رو به در کردین و سبزیهاتون رو گره زدین و ایدیاتون هم خط، ما گفتیم آقا تو سال جدید دیگه خبری نیست، همه چیز خوبه، میریم دنبال کار خودمون، دیگه نیازی به سکته نیست. ولی مگه آخه میذارن همین آقازاده ها، اوباما، قذافی، اوپیکارا، چه میدونم، نمیذارن دیگه. یادمون رفت عید و تبریک بگیم بهتون، حواس پرتی دیگه، ببخشید. عیدتون مبارک، نوروز باستانی مبارک. راستی تا یادم نرفته، اوباما رئیس جمهور آمریکا باز عید نوروز تبریک گفته به ایرانی ها مثل پارسال، با این تفاوت که امسال از ایران، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جواب این پیامو دادن. همینه دیگه، میخواین ارتباط بگیریم با آمریکا، یکی رو میاریم با لحظه خود اوباما. فکر کنید آمریکایی‌ها نمیفهمن. میفهمن، آمریکایی‌ها بابا هوشیارن. اصلا همین خانم هیلاری کلینتون که میخواسته بیاد تو برنامه بی بی سی فارسی و وی او ای، همین نکاتو میخواسته بگه دیگه، ولی تا دید یکی با این لحجه، با همین لحجه باراک اوباما منظورمه، آموزش آشپزی داره میده، حتما پیش خودش گفته بریم غذا رو درست کنیم ببینیم چی از آب در میاد. واسه همین دیگه وقت نکرد دیگه. از اونورم این تلویزیون دربیت رنگارنگتون ببین چی میگه راجع به همین موضوع. نو برنامه نوبت شما، برنامه پارازیت، تو به گور پدرتون، این کلک ها رو واسه خودتون بیاید. از این کار فراهم کردن فرصتی برای طرح مستقیم سالهای شهروندان ایران از وزیر امور خارجه آمریکا عنوان شده است. اون وقت تو بی بی سی به ما که دیگه نمیتونی کلک بزنید، داری میگی که مستقیم سوالای شهروندان ایران و وزیر امور خارجه سوال، یعنی یارو تا باید تلفن بزنه؟ اولا کسی به شما اطمینان نره تلفن بزنه. در ضمن در اون ساعت، اصلا ساعت خانم کلینتون به قول معروف میگن اوور کوالیفاید برای نوبت شما یا توی صدای آمریکا بخواد بره. I decided to teach a very very simple meal. I mean fried egg. بابا من واقعا شرمنده‌ام. میدونم کار داری، ولی یه لطفی کن چند تا چیز واسه ما ترجمه کن. اینا حرف تو رو بهتر میفهمن. بگو آقای اوباما مرد باش. اینقدر مواضع خودت رو تغییر نده. با قذافی و مبارک و بن علی بیزی دو نفره میخوری، ازشون تعریف می‌کنی. ولی مردمش که انقلاب می‌کنن، میگی مردم مخالفن و دولت باید اینا رو نابود کنه و سرکوب کنه. بعد مردم که دیگه خشمشون دیگه خیلی زیاد میشه، با مردم همرنگ میشی، نیرو پیاده میکنی، جنگ را میندازی، مردم رو میکشی. بابا تو دیگه کی هستی؟ بابا ترجمه کردی؟ بابا try it, I promise. Goodbye and bye. دیگه گوسنده خوابیده نمیتونیم با خارجی حرف بزنیم. اشکال نداره، تو داخلی میگین دیگه. آقایون خانم سبزی که ادعای هنر و قانونمداری و دموکراسی دارین، شما دیگه چرا؟ اول اخراج یاسر رو تحریم میکنید، خب این حق طبیعیه، فیلم دوست نداری تحریم میکنید دیگه. بعد فیلم اخراجی ها رو میذارین جلوی جدایی نادر از سیمین. بابا آخه این دوتا فیلم چه تضادی با هم دارن؟ آخه چه مقایسه با هم میکنید؟ اخراجی ها رو تحریم کردین، فیلم این بند خدا از خفردین رو خراب میکنید. بعد تحریم میکنید، چرا بلیط گیر آدم نمیاد؟ ساعت یک شب سانس فوق‌العاده آدم باید بره فیلمو ببینه، این دیگه چه تحریمیه؟ فکر کنم تحریم میکنید مشتریش بیشتر میشه. تحریم میکنید فیلم که با استقبال روبرو میشه، کم میارید میرید کپی میکنید، لینکش هم با افتخار میذارید تو بالاترین و این سایت ها در پیتتون. حتما سه شنبه ها که سه شنبه یادم آد راستی، سه شنبه هاتون چه خبر راستی؟ سه شنبه های خشمتون چه خبر؟ سه شنبه هاتون نیازتون هست؟ این سه شنبه و اون سه شنبه و سه شنبه ها اینا؟ حتما سه شنبه ها در راستای همون سه شنبه های معروفتون که از قضا بلیت سینما هم نصف قیمته، را افتادین رفته سینما، حتما توی را بوغ هم زدین، بعد فیلمو کپی کردین، توی راه برگشت به خونه بازم بوغ زدین. والا من نمیخوام مسخره کنم، ولی آخه خودتون نمیذارین، تقصیر خودتونه دیگه. بوغی کپی کار، کپی بوغی، بوغی کپی. اول کپی کردین بعد بوغ زدین، یا اول بوغ زدین بعد کپی کردین؟ آخه نرو وقتی که کپی میکنه بوغ میزنه، بعد وسطش یهو اوزه باشین شما مثل این برنامه نرو نشین. کپی بوغی، بوغی کپی، سه شنبه بوغی کپی ها.
باقی سه شب کپی کاپ بخوریم باقی آقای مهدی هاشمی رفسنجانی که تو انتخابات و اختشاشات و دادگاه که یادتون هست، شرکت استاد اویل هم که پول نفت و دیگه اونم که باید یادتون باشه، فرار به انگلیس هم که اگه بهش اضافه کنیم دیگه سوتیای یه نفر توی کل زندگیش باید کافی باشه به نظرم. ولی نه، این همه اینا که همه داخلی بود، خارجی هم باید داشته باشه دیگه. آخه پسر خوب میمونده همون دانشگاه آزاد، درستو میخوندی، کاری به کار این آکسفورد اعتبارش نداشتی، اعتبار آکسفورد میبری، وجه خراب میکنی. بدم این گزارش رو ببینید تا خودتون متوجه شین. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، این اتهام را که طرح پژوهشی دوره دکترایش را افرادی در دانشگاه آکسفورد برایش نوشتند رد کرده. پیشتر یکی از محققان دانشگاه آکسفورد درباره اصالت پروپوزال دکترای مهدی هاشمی ابراز تردید کرده بود. دانشگاه آکسفورد گفته تحقیق در این باره ادامه دارد. او در دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه آکسفورد دوره دکترای خود را آغاز کرده و سوژه تحقیقش قانون اساسی ایران است. کاوه موسوی، محقق در این دانشگاه، میگوید آقای هاشمی شرایط و ویژگی‌های لازم را برای ادامه تحصیل در این دانشگاه ندارد. ایشون اولا یکی از خصوصیات اولیه افرادی که میان دانشگاه آکسفورد، اگر خارجی باشن باید این امتحان IELTS در سطح 7.5 داشته باشن. ایشون نداره اینو. ثانیاً من میبینم که سابقه علمی فرهنگی ایشون به هیچ وجه هیچ ارتباطی با این سوژه‌ای که میخواد بخونه نداره. تحقیقات من نشون داد که ایشون حتی فرم پر کردن تقاضای خودش رو نمیتونست پر کنه. کس دیگه، یکی از دانشجویانی که شدیداً محتاج به پول بود در دانشگاه آکسفورد، استخدام کرده، بهش پول داده و ایشون ناماده کرده. از آقای هاشمی شکایت من نیست، شکایت من از کسانی است که آقای هاشمی راه دادن و تمام مقررات دانشگاه آکسفورد فقط به عنوان یک کار فرمالیته رفتار کردن. هیچ چیزی در سابقه این آدم نیست که صلاحیت این داشته باشه که در دانشگاهی وارد بشه که بچه‌ای که شاگرد اول کنکور سرتاسری کشور ایران هستن وارد میشن. این تفکر توهین به ادیان که توی آمریکا راه افتاده، هر احمقی به خودش اجازه میده به قرآن اهانت کنه. اینا که حساب کتابشون کلن معلومه. اما فکر کنم مسئولین فرهنگی ما هم یا خوابن یا خودشون رو زدن به خواب. شما چطور میخواین جواب بدین خدا میدونه. مردم پاکستان با این اوضاع و احوال که تازه از سجن رها شدن، بر علیه این کار تظاهرات میکنن، کشته میدن. بعد توی ایران اسلامی انگار نه انگار. اصلا انگار هیچ. شخصیت سکته این هفته ما قرار بود آقازاده ها باشن، ولی با سونامی و زلزله‌ای که توی ژاپن اومد این بخش رو اختصاص میدیم به اونا و با حس همدردی خودمون نسبت به مردم ژاپن این برنامه رو به پایان میرسونیم. تا سکته شماره 9 که خدمتتون میرسیم و همین آقازاده ها توی شخصیت سکته جا میکنیم، خدا یار و نگهدار همه شما سکته‌ای عزیز.